صدای گام‌های رفتن نیروهای بین‌المللی و بن‌بست در تلاش‌های گفتگو با طالبان. درخواست نهادهای مدنی افغانستان از سران ناتو. برنامه قابل پسندی برای خروج از افغانستان طرح بریزی. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. در حالی که فردا رهبران بیش از 60 کشور جهان در شیکاگو گرد هم میآیند تا برای آینده سازمان ناتو و چگونگی خروج نیروهایشان از افغانستان و افغانستان پس از 2014 بحث نمایند، هنوز در بحث گفتگو با طالبان در درون افغانستان هیچ چراغ سبزی به چشم نمی خورد. پس از کشته شدن ارسلان رحمانی از مقامات پیشین طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان در هفته گذشته، یک بار دیگر تلاش های دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان گفته می شود به بن‌بست مواجه شد. آیا شتاب کشورهای عضو ناتو در خروج و عدم تمایل طالبان به گفتگو ربطی با هم دارد؟ مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده سازمان ملل برای افغانستان، از بوستون آمریکا با ما است. آقای سمپل، چرا تلاش های دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان تا اکنون نتیجه در پی نداشته؟ بله آقای سمپل، که با وجود تلاش اینه که چند سال اینه که طالبا پانی نستن که از طریق مذاکرات اینکه این موضوع افغانستان حل میشه، و از این خاطر آنوز هر طرف اینکه کمربند خود بسته کردن با ادامه جنگ، اگر اینکه طرف امریکا را سیل کنیم، طرف اینکه دولت افغانستان سیل کنیم، طرف اینکه از طالبا سیل کنیم، متاسفانه تانوز اونا اینکه بیشتر توجه میدن به جنگ. آقای سمپل، هفته گذشته ارسلان رحمانی از مقامات پیشین حکومت طالبان و عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان در کابل به قدر رسید. بسیاری ها اینا زنگ خطری برای گفتگو با طالبان و بن‌بست در تلاش های صلح دولت افغانستان خواندند. واقعا به چه هدفی آقای رحمانی کشته شد؟ تا به حال دقیق معلوم نشد که کاتلین ارسلان رحمانی کی بودن، ولی با منایسه یک صاحب نظر ما گفته میتونیم که این قتل تاثیری منفی داشت سری پروسه گفتگو و مذاکرات، و من مطمئن هستم که کسی که او را ترور کردن به این هدف یعنی که او را زدن تاکه بین طالبان هر کس که در فکر زی باشه که بالاخره طرفی کابل برو یک تفاهم کنه به چی با دولت و نظام کابل، یعنی که او مردم نگران شوند که اون احساس کنند که ولی امنیت نیست برای کسی که بالاخره ای پیام صلح قبول کنند. حالا فکر میکنین این کار کدام گروه بوده اگر کار طالبان نباشه؟ ولی آنوز که آنوز معلوم نیست، که ما گفتم که یک چیز که ما میگم که ما دیدم که با وجود که میگن که تاریخ طالبان خو یک تاریخ است و یک کماند واحد دارن، نو اینه که پشتی سر هم اینه که ملو عمر است و اینه که شروع کویت است بغیره، در اصل اینه که ما دیدم که پشتی سر طالبان خود دیگر گروه ها هم است. بطوری مثال در چید وزیرستان یک تجمعی گروپی اینه که جهادی است که بچ شمول اینه که القاعده، که اونها اینه که حراس دارن از پروسه صلح، از خاطر که اونها فهمیدن که اگر تاریخی طالبا قدم روز تفاهم کنن اینه که با اینه که دولت افغانستان با نظام افغانستان با کلیگی که از پروسه اینه که بان حمایت کردن، در اصل دیگر جای در افغانستان نمیمونه برای اینه که فعالیت اینه که القاعده او اینه که اندیوالشان. بله، خب شما به نکته تازه اشاره کردین. معتصم آقا جان از فرماندهان پیشین طالبان که حالا زخمی شده و در ترکیه بستری هست، اونا هم گفته در تازه ترین گفتگوی خود که دو دستگی میان طالبان به وجود آمده، یکی میخوان صلح بکنن و یکی نمیخوان صلح بکنن. حالا فکر میکنین که دو دستگی چقدر شدید است؟ ملا عمر در کدام دسته است؟ آیا سران طالبان میخوان صلح بکنن؟ شاید اینی که به شما معلوم باشه که ما اینی که خیلی از طالبان که شخصا میشناسم از سابق، از اینی که از دوره و این حکومتشان که ما ماموریت داشتند در ملل متحد، و از اینی که تماس اینی که مستقیم و غیر مستقیم اینی که هست، ما برداشت کردم که بین طالبان با شمول این که رهبرای طالبان خیلی مردم هستند به خواستار صلح
هستند. اونا خسته شدن از جنگ. شروع کردن به کار خود چیز در وقت اونا عمرشان چاره که 20 ساله بود. الان که 40 چند ساله شد. بعضشان که 50 چند ساله شدن. اونا خسته رسول هستند. ولی انوز اون که اعتبار وجود نداره مطمئن نیستن که طرف دیگر نیکی یا حکومت یا امریکایی صادق باستن اونا رو بند ماندن. ولی علاوه از این مردم که آدم از اوقات ما اونا رو میگم پرایماتیست اون مردم که یک دید دارند یک اندیشه دارند برای اک افغانستان سولمیز علاوه از اون مردم دیگه مردم هم استن که خواستار ازی استن که نیکی جنگ ادامه پیدا کنن او در اصل در فکر زی استن که اونا در نیکی جهادی بین ملالی هم شامل فکر اینکه تخریبی پروسیسول هستند. آله بسیاری ها اینطور مطرح میکنند که گروه طالبان خود تصمیم گیر نیست. آیسای پاکستان و کشور پاکستان در پشت این گروه است و هر ایده ای را که پاکستانی ها بخواهند این گروه عملی میکنند. فکر میکنین که آیا این مسئله چقدر واقعیت دارد؟ ولی بطبعاً یک سوالی خیلی نیکی پچیده است. از یک چیز ما مطمئن هستم که اکثر از مردم که زیر بیرقی اینکه تحریک طالبان می جنگن خود رسول اونا افغان هستن با وجود اینکه چند ساعت ممکن یک هزار نفر هست اینکه از وزیر پاکستان که می آید از طرف اینکه وزیرستان اکثر طالبان خود راستنی که افغان هستن ولی از وقتی که اونها دست زدن و ای بغاوت علیه اینکه حکومت کابل 10 سال پیش اونا اینکه ضرورت داشتن بالاخره به یک پناهگاه ما شما میفهمید که اونا این پناهگاه را کجا یافتن او اینکه طبعا اونا اینکه مجبور هستن که کمینه که گپی میزبانه گوش کنن اصطلاح است چی در افغانستان میگه که نفر که سلاب میبره اون نفر مجبور میشه که دست خود هر جای بیزنه و هر چیز که منی که به دست افتید مجبور است که اون مکان بگیره و اینه که طالبا ای کار کردن در چیز در قسمتی پاناگا ولی باز هم در صوبتا که اینه که ما داریم امرای خیلی از کلانه طالبا ما اینه که احساس کردیم که اونا از این حالت خیلی نگران هستن و راستی اونا هم اینه که استقلالیتی خود هم اینه که هم میخواین و شاید یک مقصد داشته چی در پروسیسولا در چی در مذاکرات که بالاخره اونا را نیکه را نشان بده که اونا بالاخره از اینه که مجبوریت یا بعض مردمی که از این غلامی اونا فالک شوند اونا که برون امرای اینه که افغانه خود بشینن و یک تفاهم کنن بین افغانه. سپاسگزارم. با سپاس از مایکل سمپل معاون پیشین فرستادی سازمان اتحادیه اروپا برای افغانستان که از بوستون آمریکا با ما صحبت میکرد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه پیرامون نشست سران ناتو در شیکاگو که فردا قرار است برگزار شود گفته اگر نقش حمایتی و نظارتی جامعه بین المللی بر وضعیت افغانستان محدود گردد ارزش های به دست آمده در جامعه صدمه دیده و افغانستان با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. در این اعلامیه در ارتباط با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 خواستار ارائه برنامه توضیحی و قابل پسند برای این روند شده و تاکید گردیده که در نبود همچو برنامه‌ای میتواند خروج نیروهای ناتو از افغانستان را شکست ناتو توجیه نماید و دشمنان مردم افغانستان از آن سوء استفاده نمایند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در این اعلامیه از ناتو خواستند تا میکانیزمی را ایجاد نماید که حضور سیاسی این نهاد را به مثابه تضمین کننده ثبات و امنیت در افغانستان تامین نماید. جامعه مدنی افغانستان همچنان از نشست شیکاگو خواسته تا حمایت از نهادهای دموکراتیک در افغانستان را در آژندای بحث‌های خیش قرار بدهند. ملک ستیز عضو شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای ستیز خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر. این نگرانی‌ها از کجا ناشی می‌شود و چرا؟ با سلام بر شما و بیننده‌های محترم. ببینید نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در شیکاگو یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ معاصر افغانستان به حساب می‌آید. با چند دلیل با اهمیت. در گام نخست این که افغانستان کشور شدیداً آسیب‌پذیر است.
و این آسیب پذیری در تشویش در واقع رهبران ناتو نهفته است و اونا میدانند که بحث آسیب پذیری افغانستان از طرف کشورهای همسایه و تقویت نیروهای بنیادگرایی در جوار افغانستان و در مسیر راه توسعه و پیشرفت افغانستان یک چالش بسیار بزرگ هم برای آینده افغانستان و هم بر نقش ناتو در افغانستان خواهد بود. از سمت دیگر بحث 2014 به عنوان یک تقسیم اوقات بسیار مهم بر این نشست مطرح بحث است و این تقسیم اوقات زمینه را برای خروج گسترده نیروهای خارجی از افغانستان میسر میگرداند. حال تشویش مهم نهادهای جامعه مدنی در افغانستان این است که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نباید در واقع خروج سیاسی نیروهای بین المللی را از افغانستان تشکیل بکنه، به این معنا که با خروج نیروهای نظامی جامعه بین المللی افغانستان باید میکانیزم فعال سیاسی که در واقع حضور جامعه بین المللی را به عنوان یک گارانت، یک ناظر و متضمن ارزش هایی که ما همه به او معتقد هستیم که عبارت از صلح، امنیت، حقوق شهروندی، دموکراسی، ارزش های جامعه مدنی و حقوق زنان هست را باید متضمن باشه. اما آقای ستیز، بیشتر از این در سخنان رهبران غربی همیشه این نکته در نظر گرفته شده، همیشه با اینکه گفتن که در 2014 از افغانستان خارج میشن همچنان متعهد برای اون وعده هایی را که دادن هستن. حالا چرا باید نگران بود با توجه به این پیمان ها و موافقت نامه هایی که با این کشورها بسته شده، حالا همیشه این نگرانی ها رفع شده باشن؟ ببینید، دو دلیل بسیار مهم برای نگرانی وجود داره. نخستی که هنوز یک اراده کامل سیاسی ناتو در حمایت گسترده و دوامدار افغانستان شکل نگرفته. شما حتما اطلاع دارین که زیادی از رهبران کشورهای ناتو در فشار گسترده جامعه مدنی ذهنیت عامه کشورهای خود هستند. اونها بر اصل نظامی بودن ناتو به عنوان یک پدیده که همیشه در جنگ ها سخن اول و آخر بزنه نیستند. آنها به ناتو به عنوان یک پیمان استراتژیک نگاه میکنند. این ضعف باعث میشه که در واقع جوهر ارزشی افغانستان به عنوان یک مؤلفه مهم در بحث‌های ناتو کم رنگ جلوه کنه. از این خاطر تشویش بر ما هم وجود داره. تشویش دیگری است که ناتو در چتر یک سلسله بحران‌های بسیار گسترده اقتصادی نشست خود راه اندازی میکنه. از یک طرف بحران گسترده اقتصادی جهان را شدیداً متضرر ساخته، مناسبات بین المللی را در یک پوشش بسیار منفی قرار داده. سمت دیگر ما در یه اواخر یک سلسله نابسامانی ها و حتی بحران را در پول آیرو که پول اتحادیه اروپا و دومین تأمین کننده ناتو هست میبینیم. اینا هم باعث میشن که تشویش نهادهای جامعه مدنی مردم افغانستان در اراده سیاسی ناتو و در واقع او دیدگاه هایی را که واقعا مطرح می کنند عملی کردن او را به عنوان یک مؤلفه باید قابل تشویش دانست. حالا دولت افغانستان همیشه این یادآوری کرده که در درون اون توانایی لازم وجود داره که اگر این نیروها نباشند بدون حضور اینها هم اینجا ثبات باقی ماند. حالا با توجه به این حرفایی که شما گفتین و این نگرانی های جامعه مدنی افغانستان، اینطور برمی آید که چندان جامعه مدنی امیدوار به این وعده ها و حرف های دولت افغانستان نیست. ببینین، نه تنها تشویش جامعه مدنی، حتی تشویش خود ناتو هم در این زمینه وجود دارن. ناتو همین اکنون سه تشویش بسیار مهم داره. تشویش نخستش بیشتر ارائه کردیم که تلاش داره تا یک اراده مشترک سیاسی یا یک اجماع مشترک سیاسی به خاطر حمایت دوامدار از افغانستان خلق بکنه، که البته این پیشنهاد توسط ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مطرح شده که آیا همه دولت‌های ناتو را به عنوان یک مؤلفه مهم میپذیرند یا خیر. نکته دوم این است که ناتو در صدد ایجاد یک پارتنرشپ استراتژیک دوامدار با افغانستان است. و این تشویش بارها مطرح کردند توسط رهبران سیاسی و نظامی ناتو که خب پارتنرشیپ با افغانستان دچار معضله هست و ما هنوز ظرفیت را نتونستیم در افغانستان خلق بکنیم که این پارتنرشیپ تمثیل بکنه. بنابراین تشویش جامعه مدنی و تشویش در واقع
دستندرکاران ناتو شبهات های زیاد داره. حالا فکر میکنین که اگر 2014 این نیروها از افغانستان برند، با توجه به اینکه فرزندان اینها از افغانستان خارج میشن، آیا همچنان جهان اون توجه را بر افغانستان خواهد داشت و این نگرانی هایی که حالا جامعه مدنی مطرح کرده و اینا توجهی خواهند کرد؟ در حدود معین ما باورمند هستیم که اراده سیاسی از طرف ابرقدرت های ناتو خلق شده و امیدواری وجود دارد که این گستردگی پیدا کنه در بین ساختارهای ناتو، چون ناتو دارای دو ساختار بسیار مهم است. یک ساختار نظامی ناتو است که عملیات های نظامی در بر داره و یکی هم ساختارهای استراتژیک و سیاسی ناتو است. در زمینه مناسبات استراتژیک با ساختارهای استراتژیک و سیاسی ناتو من فکر میکنم یک تفاهم وجود داره، اما اینکه این تفاهم را چگونه به یک عملیات گسترده تبدیل کرد، به او در واقع منابع خلق کرد، یک پرسش بسیار مهم است. ولی خود شما پیشتر گفتین که بحران در خود ناتو دست به گریبان است با بحران. بله. همچنان تمام این کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، حالا فکر نمی‌کنین که یک موج دیگه از این بحران بتونه که تمام این تلاش‌های اینها را نابود بکنه و این کشورها به خود فرو برن و مشکلات مثل افغانستان را فراموش بکنن؟ و یک چالش بسیار بزرگ است که به باور ما باید به او با دقت رسیدگی کنند. طرحی که نهادهای جامعه مدنی مطرح میکنند و او را در اعلامیه مطرح کردن این است که ما خواهان ایجاد پارتنرشپ یا امضای یک سند استراتژیک و دوامدار با ناتو هستیم. یعنی ناتو باید با دولت افغانستان در زمینه های حضور سیاسی خیش به عنوان یک گارانت، به عنوان یک متضمن منطقه‌ای با افغانستان یک قرارداد استراتژیک امضا کنند. این قراردادها هم که نمیشه چندان دل بست. فرانسه با وجود بستن یک چنین توافقنامه ای وقتی آقای اولان بر سر قدرت آمد این دوباره تغییر کرد و گفت ظرف 2012 نیروهایش را از افغانستان بیرون میکنند. ضعفی که ما در برنامه های استراتژیک با جامعه بین المللی میبینیم در آن است که هر قرارداد استراتژیک که با هر دولت به امضا میرسه، اگر از این قراردادها ساختارها و میکانیزم های نشأت نکنند که این قراردادها را اول منابعش تعریف کنند، بعد شیوه تطبیق از رو تعریف کنند و بعد هم شیوه نظارتی از رو تطبیق در واقع شکل بدن. اگر همچون میکانیزم های از این برنامه های استراتژیک و پیمان ها خلق نشه، به نظر ما به سرنوشت پیمان با فرانسه مواجه خواهد شد. و سوی دیگر وقتی ما برنامه های استراتژیک میگیم، دولت فرانسه به عنوان امضا کننده پیمان استراتژیک با دولت افغانستان نباید توازن پارتنرشیپ را به هم بزنه. باور ما این است که دولت فرانسه نمیتوانست به تنهایی در مورد تغییر مفاد این قرارداد تصمیم بگیره و این در واقع به باور ما یک ضعف دستگاه دیپلماسی افغانستان است که چرا دولت افغانستان در این زمینه سکوت حاصل کرده و به عنوان یک پارتنر مساوی استراتژیک، کسی که قرارداد را با فرانسه امضا کرد، در این زمینه احتجاج نکرده. در تاریخ مناسبات بین المللی مثال های وجود داره که دولت هایی که با هم قرارداد پارتنرشیپ یا استراتژیک را امضا می کنند، اینها مکلفیت هایی را خلق می کنند و این مکلفیت ها ایجاد ساختار هاست، ایجاد دستگاه هایی است که این پارتنرشیپ را نظارت می کنه و به جامعه بین المللی به عنوان دو مؤلفه مهم گزارش دهی می کنه. بنان طرحی را که جامعه مدنی افغانستان به دولت افغانستان ارائه می کنه، ایجاد یک مکانیزم است، یک ساختار مشترک افغانستان با ناتو است و افغانستان باید مأموریت خود را در ناتو خلق بکنه. ما در ناتو مأموریت خاصی نداریم یا در واقع دفتری نداریم که بتوانه این ارزش ها را تمثیل کنه. و خواست ما در پیمان موافقتنامه که با آمریکا امضا شده متحد خارج از ناتو افغانستان قبول شده، این فکر میکنیم که یک صفحه جدید هست در این روابط با ناتو؟ کاملا، به خاطر که ناتو اصلا یک پیمان استراتژیک متشکل از دولت های مختلف است و این دولت های مختلف را ناتو به عنوان مأموریت این دولت ها که یک پیمان استراتژیک است تمثیل میکنه. اگر افغانستان به یک پارتنر استراتژیک ناتو تبدیل شوه و بتوانه بر بنیاد این پارتنرشیپ استراتژیک مأموریت ها و ساختارهای نظارتی بر وضعیت افغانستان را خلق بکنه، ما حداقل آسیب پذیری ما نسبت به مداخلات بیرونی تضعیف میشه و استمرار پیدا میکنه حاکمیت افغانستان. حالا اگر کوتاه بفرمایید در پایان که با توجه به محوری بودن بخش نظامی مأموریت نظامی در افغانستان و در این نشست و تمایل و دغدغه‌ای مطرح شده برای خروج در این نشست، فکر میکنین چقدر این نگرانی ها و دغدغه هایی را که جامعه مدنی مطرح کردن
میتونه برای ناتو دلچسب باشه و اینو در نظر بگیره؟ خب جامعه مدنی افغانستان به عنوان پل که پیام شهروندان را باید با دولت افغانستان و جامعه بین المللی برسانه دیدگاه های خود را مطرح کرده. البته ما در اعلامیه با صراحت یک مبحث را مطرح کردیم که ضعف در این میکانیزم ها مشروعیت نظام افغانستان و مشروعیت نظام بین المللی را در افغانستان زیر پرسش خواهد برد، زیرا اراده مردم یکی از مباحث مهم مشروعیت در ایجاد هر نوع نظام و مناسبات بین المللی یک نظام است. سپاسگزارم آقای ملک ستیز، عضو شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، و سپاس از شما که تا حالا با فراخبر بودید.